تاریخ شفای نش گفتگوهایی است با 20 ناشر. من این تاریخ نش یعنی تاریخ سرگذشت از آغاز ورود چاپ در زمان عباس میرزا نایب السلطنه قاجار تا انقلاب. نشر تمدن چیه؟ نشر تمدن همونجور که عرض کردم رابطه نش با تمدن و فرهنگ چه تأثیری میذاره و گذاشته، چه تأثیری گرفته. از دیگر کتاباتون که یکیش اشاره کردن استادان و ناستادان هم؟ من هدفم قصد اصلاح آموزشی بود، هدفم بود و اونجا هم نوشتم که اینجوری شد که من موقعی که دعوت شدم برم در دانشگاه درس بدم دنبال یه متن میگشتم که یاد بده چجوری در دانشگاه باید درس داد. بعد هرچی میگشتم بیدم نه همچه چیزی نیست، نه به فارسی، نه واقعا نه به انگلیسی، نه فارسی من پیدا نکردم. بعد گفتم چی کار کنم، رفتم تو ذهن خودم محاسبه کردم، دیدم از دوره ابتدایی تا دوره دکتری من تقریبا حدود 300 تا استاد داشتم. یه تعدادم بودن استاد من بودن ولی نه تو مدارس، مثلا تو محیط کار، مثلا دوستتون میتونه استاد شما باشه، نمیدونم. یا بعد این 300 تا اینا در سه دسته تقسیم شدن. یه دسته اونایی که عمیقا بر من تاثیر گذاشته بودن، یه عده اونهایی که در من تنفر برانگیخته بودن، نفرت منو برانگیخته بودن نسبت به آموزش و درس و همین چیزا، یه عده هم که بی تفاوت بودن که من به زحمت میتونستم اسمشون و چهرهشون و اینا رو به یاد بیارم. توی اون دسته تأثیر گذار من رسیدم به اینکه اینا سه تا از اینا هست که تو ذهن من حضور روزانه و مداوم دارن، این اصلا بخشی از هستی منم. اومدم ویژگی های اینا رو صورت کرد، رفتم سراغ اونایی که در من نفرت برانگیخته بودن، ویژگی های اینا رو هم یادداشت کردم. بعد اونهایی هم که نوتر و خونسا بودن، هیچ تأثیری نداشته بودن، فراموش شد. این شد مبنای کتاب استادان و نااستادان. منتها به نظرم تنها تأثیری که نذاشته تو حوزه آموزشه، یعنی تنها کسایی که اینو نخوندن معلمای تعلیم و تربیت هستن، استادای تعلیم و تربیت. این منو رسوند به این فرضیه و نظر که چیزی که از ما منتشر میشه مثل یه روده و این دیگه در اختیار ما نیست، جامعه اینو معلوم نیست کجا میبره. این کتاب هم همینجوری شد. بعد این کتاب نه به عنوان اینکه کتاب منه واقعا، به عنوان اینکه این کتاب من خوب میشناسم، اومدم اینو تبدیل کردم به یک موضوع مطالعه و اینو ردیابی کردم که این کتاب کجاها میره و چرا اینجاها میره، چرا این دسته از خوانندگان واکنش نشون میدن، چرا جامعه آموزشی واکنش نشون نمیده. یا مثلا من صحبت از یه استادی کردم که این تمام مدت پشتشو میکرد به کلاس و فرمول مینوشت روی تخته، این اصلا کاری با کلاس نداشت، این با تخته سیاه کار داشت، مخاطب این تخته سیاه بود. خب بالاخره نظام آموزشی باید یه جوابی بده، بگه آقا آخه این که به درد من نمیخوره، آخه این استاد که به درد من نمیخوره، ما ارتباط تعامل میخوایم، آموزش بدون تعامل که معنی نداره. ولی من از حوزه آموزش هیچ واکنشی
نداشتم. انگیزه اصلی در واقع اون کتاب. یه تعدادم من ترجمه دارم، کتابایی ترجمه کردم، مثلا 30 تا کتاب میشه، تو 3 تا حوزه است: تاریخ فلسفه، تاریخ تمدن، تاریخ علم. من چون تاریخ تمدن درس میدادم سالها، بنابراین یکی از حوزه‌های کار من بود. اون تاریخ علم و تاریخ فلسفه مرتبط میشد با اون تاریخ تمدن. یه تاریخ تمدن درسی هم من نوشتم برای دانشجوها. تاریخ ترجمه در ایران هم از دست تعلیفه؟ منتشر شده. اون چون اون مرتبط میشه با نشر. مرتبط ترجمه مرتبط میشه با تاریخ نشر. یک گردآوری هم داریم؟ خرد و آزادی؟ بیش از یکی، ولی خب اونم هست. یکم کریم امامی؟ بله، بله. اینا گردآوری. توی کارهای نشرتون، یه سری من یه فهرست دارم، شمعی از کتاب، کتابخانه و نشر کتاب، شمعی از انتشار کتاب در ایران، چون شرایط در باب سیاست نشر کتاب. میشه راجع به این فهرست بلندبالای دیگه؟ اینا همه مربوط به جنبه های در واقع کاری که هدف من این بود، این بود که اینا هیچ کدوم این مباحث در زبان فارسی نبود. من این حوزه نشر رو مثلا فرض بفرمایید، این اگر حوزه نشر باشه، وقتی من اومدم تو این حوزه گفتم که خب من باید همه ی جوانب اینو ببینم و تا جایی که میتونم راجع به جنبه های مختلف کار کنم. بنابراین درباره مبانیش کتاب نوشتم، درباره سیاست گذاری و برنامه ریزی کتاب نوشتم، رابطش با چیزای دیگه کتاب نوشتم، تاریخ نشر، تاریخ و تحول نشر، کتابی که این هم باید کتاب مهمه باشه. سال 96 برنده جایزه کتاب سال شد، سال 97 برنده جایزه پژوهش فرهنگی شد که راجع به تاریخ نشر در ایرانه. بعد یک کتاب نوشتم به نام نشر مطلوب که مثلا همه میگن که خب نشر اینجوره، نشر بده، نشر اشکال داره، نشر کمبود داره. سوالی که برای خود من مطرح شد، ما با چه چیزی میسنجیم که میگیم این نشر عقب مونده است، این نشر ناقصه، این نشر معیبه؟ یه معیاری باید وجود داشته باشه. این بود که من رفتم به طرف این که نشر مطلوب چیه. نشر سه تا پایه اصلی داره، یعنی بر یه سه پایه استواره. یه پایه پدید آورندگانن، یه پایه ناشرانن، یک پایه خوانندگان. هر کدوم اینا رو شما بردارین فرو میریز. نشر مطلوب، اون تعریفی که من بهش رسیدم اینه: نقطه رضایتی است که این ستا به این نقطه برسن. یعنی پدید آورندگان اون کتابهایی رو که میخوان بنویسن و منتشر کنن، ناشران اون کتابایی که میخوان منتشر کنن، خوانندگان و خریداران هم اون کتابایی که میخوان پیدا کنن و بتونن بخونن، اما در چارچوب قانون، نه بیرون از قانون. این کتاب غیر قانونی و غیر مجاز و این چیزایی که الان داریم میبینیم تو پیاده رو و اینا، نه. وقتی من شروع کردم دیدم اون دوتا مقفوله در نشر، یعنی ناشران، نویسندگان مدام راجع به نشر و ناشران صحبت کردن، اما این دو پایه دیگه دیده نشده. مثلا مخاطب و مخاطب سنجی دیده نشده. همین منو وادار کرد که با اتحادیه و تعدادی از افراد اتحادیه و اینا وارد گفتگو شدم. بعد متوجه شدم که میلیاردها به ارزش مادی کتاب تو انبارهای ناشران هست که این کتاب ها مونده،
اصطلاحاً بهش میگن کتاب سنگ شده، یعنی کتابی که فروش نمیره، خریدار نداره، از تو انبارم بیرون نمیاد. معنیش یعنی که در انتشار مخاطب و کاربرد دیده نشده. اگه دیده شده بود که ما کتاب سنگ شده نداشتیم که. خب پس مخاطب شناسی نیست. بعضی از اینا شم قوی دارن، مثلا روزگاری قوی ترین شم انتشاراتی رو آقای عبدالرحیم جعفری در مؤسسه انتشارات امیرکبیر داشته، نگاه میکرده حدس میزده که این کتاب خواننده داره، فروش میره. خب بیش از 90% هم حق با ایشون بوده، ولی 10% هم اشتباه میکرد. بنابراین من مقداری رفتم روی اون دوتا پایه که مقفول بود. اگه پدید آورنده مخاطب رو نشناسه، کاربرد نوشتش هم نمیشناسه. خب به همین دلیل شما یه آثاری دارین معلوم نیست برای کی نوشته شده. این یعنی که اون پایه رو نمیشناسه. بعد این اثر میره پیش ناشر، ناشرم اون پایه رو نمیشناسه. بعد کتاب در میاد، میشه کتاب سنگ شده، میره تو انبار میمونه. سرمایه است. سرمایه مملکت دیگه. کتاب بعد از اون هست، نشر کتاب در کشاکش با مانع‌ها و چالش‌ها. این که به هر حال با چه مانع‌هایی روبروه؟ مانع‌های فنی، موانع سیاسی، موانع اجتماعی و غیره. اونم منتشر شده. کتابی هم که الان در دست انتشار هست، کتابی است به نام، که دیگه آخرین کتاب منه، نشر و تمدن، که رابطه نشر و تمدن، تأثیرهایی که نشر بر تمدن گذاشته و از تمدن گرفته. الان روی چه پروژه‌ای کار می‌کنی؟ همین با اصلا فرهنگ یا غیر از این کار دانشنامه‌ای؟ کار دانشنامه من که مقالات مربوط به تاریخ معاصره که اینا رو من می‌نویسم یا ترجمه می‌کنم یا ویرایش می‌کنم، هفته چند ساعتم به دانشجویانی که دانشجو که نیستن، محققن، محققان دانشنامه نگار تدریس می‌کنم. این کار من در دانشگاه. کار شخصی من که متمرکز بود روی اون حوزه نشر و مسائلش و اینا، بعد از نشر و تمدن دارم روی نشر و فرهنگ کار میکنم. بنابراین الان مجبورم که مدتی رو فرهنگ کار کنم. الان فرضیه بنده اینه، اگر تغییری در رویکردهای فرهنگی ایجاد نشه، نشر هیچ تغییری نخواهد کرد. حالا این رویکردهای فرهنگی چجوری باید تغییر کنه؟ خودش میره تو مبحث cultural change، تغییر فرهنگی، که خودش اصلا یه مبحث عجیب غریب. چجوری فرهنگ باید تغییر کنه؟ به گمانم آخرین پروژه عمرمه، یعنی عمرم دیگه بعد از این قد نمیده کار دیگه بکنم. فکر میکنم روی این باید کار کنم و بعدم خداحافظ.